خلاصه بازی پرسپولیس الغرافه. آینده پرسپولیس تو لیگ نخبگان به بازی امشب گره خورده. سرخپوشان در حالی که تو سه بازی گذشته خودشون فقط یک مساوی به دست آوردن و دو بار شکست خوردن، حالا چاره ای جز پیروزی برابر الغرافه ندارن. با الزام AFC پرسپولیس دومین میزبانی خودش تو آسیا رو به دبی برده و تو ورزشگاه خانگی النصر امارات یعنی آل مکتوم به مسافه حریف قطری خودش رفته. شاگردای گاریدو امیدوارن امشب تلسم نبردناشون تو آسیا شکسته بشه و برخلاف دو دیدار الصد و الاهلی موقعیتشون به تور بشینه. در ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس الکسیس گواندوز تو دروازه قرار گرفته. مرتضی پورعلی گنجی، گیورگی گبلسیانی، میلاد محمدی، فرشاد فرجی، میلاد سرلک خیلی خوب بود. سروش رفیعی حداقل نیمه اولش 50-50 یه برای خوب بود. یه موقعی بعد امید آلیشا، اورونوف چه فوتبالیستیه، وحید امیری و علی علیپور که فقط 5-6 دقیقه آخر فوتبال بازی کرد. واقعا وحشت داشتن هواداری پرسپولیس حداقل از عملکرد نیمه اول علی علیپور. ترکیب الغرافه این سرخیو ریکو چقدر توپ گرفت تو نیمه اول. تو دروازه است عبدالله یوسف، ماتیاس نانی، سید سانو که حالا مصدوم شد، وایدی خزر، آرون گونارسون، فلوریان تیدول، فابریزیو دیاس، فرجانی ساسی، یاسین ابراهیمی و خوسلو هم 11 تای الغرافه یا رو تشکیل دادن. و قبل از بازی هم یه سری اتفاقات حواشی افتاد. ببینید این الان پوستر پرسپولیس برای دیدار با الغرافه است. این پوستر صفحه رسمی AFC به بهانه دیدار پرسپولیس مقابل الغرافه. مهدی مهدوی که هم حضور داشت در اردو پرسپولیس برای تماشای دیدار این تیم مقابل الغرافه اومده بود که منباب روحیه رفته بود. مهدی مهدوی که سپرایدری هم رفته بود و حالا حشمت مهاجرانی هم که بود. این لحظه ورود بازیکن‌ها و کادر فنی پرسپولیس به ورزشگاه آل مکتوم. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس امروز با رئیس هیئت مدیره باشگاه انس که میزبان بازی خانگی سرخپوشان مقابل الغرافه بود، دیدارو گفتگو کرد و دو طرف مذاکراتی برای توسعه همکاری‌ها انجام دادند. بازدید پرسپولیس از ورزشگاه خالی دبی در فاصله کمتر از 2 ساعت تا مسابقه رو می‌بینید. گاریدو هم صحبت کرد قبل از بازی، گفت که هواداری که پشتمان رو می‌تونیم احساس کنیم و استقبالی که از ما شد فوق‌العاده است. ما احساس می‌کنیم که در خانه هستیم. می‌دونیم که حریف بازیکن‌های مهمی داره، اما ما هم تیم بزرگی هستیم و مطمئنم بازی دشواری خواهیم داشت. آماده سازی رخکن پرسپولیس برای بازی مقابل الغرافه رو شما در تصویر می‌بینید. اینم گفتگو با هوادار نوجوان پرسپولیس در دبی که گفته 4-0 الغرافه رو شکست میدیم. هوادار پرسپولیس هم گفته گاریدو عالیه، امیدوارم با یه گل الغرافه رو شکست بدیم. حالا بگم در مورد گاریدو که یاسین سلمانی رو خط زد کلاً از لیست پرسپولیس. هوادار ایرلندی پرسپولیس هم حضور داشت. این میزان محبوبیت هوادار ایرلندی پرسپولیس در بین طرفدارای این تیم رو می‌بینید و گفته که با گل‌های آلیشا و اورونوف 2-0 الغرافه رو شکست میدیم، کلین شیت می‌کنیم و انشالله 3 امتیاز بازی رو به دست میاریم. کلیپ جذاب سبا باتری واسه پرسپولیسیا رو می‌بینید. افشین پیروانی هم عصبانی بود و اعتراض داشت نسبت به وجود ترافیک در دبی و محل برگزاری دیدار مقابل الغرافه. این هم جالبه، تماشای بازی پرسپولیس الغرافه سر کلاس دانشگاه بولونیای ایتالیا. حضور حشمت مهاجرانی، مهدی مهدوی کیا و محمود کلهور تو ورزشگاه رو می‌بینید. حضور رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس و محمود خردبین بازیکن و سرپرست اسبق پرسپولیس تو جایگاه ویژه ورزشگاه آل مکتوم دبی. با این پیش بازی به نظرم دیگه وقتشه بریم سراغ اتفاقات این مسابقه. در دقیقه 5 ارسال امید آلیشا از نقطه کورنر با ضربه زلاتانی فرشاد فرجی هم رو شد که توپ نفسگیر به بیرون زده شد. حیف شد، دیگه این اولین موقعیت جدی این مسابقه بود. در دقیقه 7 با حرکت پا به توپ ابراهیمی پشت محوطه ابراهیمی، عجب فوتبالیستی، فکر می‌کنم الجزایری هم است، یکی از بچه‌ها بهم تذکر داده بود، یاسین ابراهیمی توپ به کمان رسید و ضربه اون از میان سه مدافع پرسپولیس در محوطه به بیرون رفت. در دقیقه 9 حرکت پا به توپ اوسون اورونوف بعد از برخورد به پای مدافعان به علی علیپور رسید که ضربه سر عجیب مهاجم پرسپولیس به بیرون رفت، اگرچه به نظر می‌رسید اون تو آفساید قرار داشته. در دقیقه 19 ارسال بلند از سمت راست روی محوطه جریمه با ضربه قیچی برگردون خوسلو همراه شد و بعد از برخورد به مدافعان دفع شد. در دقیقه 38 حرکت فوق‌العاده و پا به توپ اورونوف از پشت محوطه با شوت محکم اون همراه شد و گلر الغرافه توپ رو دور کرد. در دقیقه 42 ارسال بلند میلاد محمدی از روی موقعیت ایستگاهی با ضربه سر شیرجه‌ای همراه شد. اینم سرخیو ریکو عالی واکنش نشون داد و توپ رو دور کرد. در دقیقه 45 توپگیری خوب پرسپولیس از زمین خودی با ضد حمله آلیشا و پاس عمقی اون، البته پاس عمقی رو شاید میلاد محمدی داد ولی علی علیپور رسید. مهاجم
سرخ هم عالی دروازه رو باز کرد. عالی دروازه سرخیو ریکو رو باز کرد، اما کمک داور ویدیویی آفساید میلیمتری رو اعلام کرد و گل مردود شد. به درستی هم گل مردود شد. در دقیقه اواخر خلاصه نیمه اول بود که ضربه سر خوسلو با اختلاف از بالای دروازه پرسپولیس به بیرون رفت. این از نیمه اول، بریم نیمه دوم. در نیمه اول موقعیت ویژه‌ای ندیم، شاید تنها موقعیتی که همه رو خوشحال کرد اون لحظه بود که علی پور گل زد، اما خب آفساید بودش و باعث ناراحتی شد. عملکردمون تو خط دفاع خوب بود، گولستانی خوب کار کرد، وسط زمین سروش رفیع با اعتماد به نفس بازی کرد. امیدواریم نیمه دوم ما بیشتر از بچه‌ها حمایت کنیم و به گل برسیم. اما نیمه دوم این مسابقه، در دقیقه 47 فرصت تک به تک عالی برای الغرافه روی اشتباه خط دفاعی در دفع توپ که دروازه پرسپولیس با خوششانسی باز نشد و خوسلو توپ رو به بیرون زد. در دقیقه 50 ضربه سروش رفیعی با پای راست از پشت محوطه از بالای دروازه الغرافه به بیرون رفت. افتضاح بود بابا سروش رفیعی. الان باز یه سری از هوادار پرسپولیس میان میگن که تو نزدیک نیستی، گاریدو نزدیکتره، ولی بگذریم، باشه، سروش بهترین بازیکن دنیا. در دقیقه 52 و اینم گل اول برای پرسپولیسیا. پرسپولیس با فشار از سمت راست توسط فرجی صاحب پرتاب شد. وعید امیری مثل همیشه بلند پرتاب کرد و فرشاد فرجی در محوطه 6 قدم با یه ضربه دقیق و سرزرب دروازه الغرافه رو فرو ریخت. گل اول برای پرسپولیس. اگه بخوایم یه آنالیزی هم داشته باشیم، ببینید این همون فضاهای بیگ بلنگ که الغرافه در دفاع بود، بازم فضا دادن و یارگیری خوبی نداشتن تا فرجی این بار دروازه رو باز بکنه. فکر کنم 2 دقیقه بعد 3 دقیقه بعد پرسپولیس سری گل خورد. روی اولین موقعیت الغرافه بعد از گل پرسپولیس کار به شکل عجیب روی اشتباهات سریالی بازیکن‌های سرخپوش به تساوی کشیده شد. ابتدا میلاد سرلک توپ رو لو داد و در ادامه هم چسبیده به محوطه مرتضی پورعلی گنجی توپ رو از دست داد و احمد الجانی که همین اولین لمس توپش هم بعد از ورود به زمین بود با شوتی محکم از پشت محوطه دروازه گندوز رو فرو بریزه. میتونست گندوز عملکرد بهتری رو از خودش نشون بده، هرچند در ادامه بازی جبران کرد. خلاصه که بازی میشه 1-1. در دقیقه 59 فرصت عالی برای الغرافه با ضربه کاشته روی قوس محوطه جریمه که شوت خطرناک و فنی ابراهیمی روی سقف دروازه فرود اومد. در دقیقه 65 روی یه بازی مستقیم کمان در محوطه جریمه پرسپولیس صاحب موقعیت تک به تک شد که شوت کمان توسط گندوز مهار شد. در دقیقه 76 فرصت تک به تک برای پرسپولیس روی فرار علی پور که ضربه اون به گل تبدیل شد، اما بازم آفساید اون اعلام شد. بعد شانس بود علی پور توی این مسابقه، یه جوری مثل کلیان امباپه یه ال کلاسیکو شد. در دقیقه 78 بازم موقعیت عالی برای الغرافه روی بازی بد پرسپولیس و لو دادن توپ که شوت خوسلو رو گندوز در یک ضرب مهار کرد. در دقیقه 86 ضد حمله خطرناک برای الغرافه که موقعیت تک به تک یاسین ابراهیمی رو گندوز عالی مهار کرد تا پرسپولیس در بازی بمونه. در دقیقه 88 سانتر ایوب الاملو از سمت راست روی سر عیسی آل کثیر فرود اومد، اما ضربه بی‌دقت اون از بالای دروازه به بیرون رفت. در دقیقه
92 با ارسال میلاد محمدی از سمت چپ لوکاس یوا رو ببینید. این همه پول دادن این مهاجم آوردن بعد روپا عقل مغز تعطیل، یعنی این بازیکن مغز نداره، بغل پا هم میتونست بزنه که برشک تو 6 قدم و در حالی که هیچ مزاحمی نداشت توپ رو کنترل کرد و با شوتی بی‌دقت توپ رو به دروازه‌بان کوبید. نبود محمد خدا بندلو، چقدر سروش رفیعی بد بود. الان باز نیای تو رو خدا بگید سروش عالی بود تو بدبینی، نه واقعا افتضاح بود سروش رفیعی. علی پور که کلن هیچی هستن، کنسل بود. حالا باقی بازیکن ها باز عمل کرده به مراتب بهتر داشتن. یه چی میگم تو رو خدا نخندید فرشاد احمدزاده، وای اون که دیگه اصلا سرطانه. ولی خلاصه که سردرگمی محض پرسپولیس تو زمین و عدم توانایی در کنترل دیدار و حمله نتیجه انجام نشدن تمرینات تاکتیکی در تمرین سرخپوشانه، کار پرسپولیس سخت بود، سخت‌تر شد. دیگه میتونیم بگیم پرسپولیسیا نمیتونن صعود بکنن به مرحله بعدی. اما توییت های شما توییت های بسیار جالبی بود که گفته در اینکه تیم گاریدو ضعف داره بحثی نیست، ولی خب وقتی مهاجم اصلی توپای خیلی ساده رو نمیتونه بزنه به نظرم همه چی مربی نیست. امروز 4 نوامبر روز جهانی استفاده از عقل، آقای علیپور استفاده کن ناموسن. یکی گفته یه جوری پرسپولیسیا میگن این الغرافه اونی نیست که شما باهاش بازی کردین، انگار بازیکن و مربیش عوض شده. ماشینکونا با اون حد سشر بودنش اینا رو خوش جا کرد. راست میگه. یکی گفته پاره میشیم تا گل بزنیم، مثل خیار گل میخوریم، بکش زیرش لامصب و خوب. آقای گاریدو این همه به رفیع و آلیشو بازی دادی و دیدی ثمرشو، بازی با خدا بندلو و سلمانی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ که میگم لچ کرده دیگه. حالا باز میام میگن که نه فلانه، ولی لچ کرده. خیلی وقت پیش من گفتم کلی هم فوش خار مادر بهم دادین. تنها کلین شیت این فصل صد حسین حسینی مقابل چه وقتی هم هست سر تا پای پرسپولیس فلجه. گاریدو جان داری میری رفیعی و احمدزاده و ژوئاو هم با خودت ببر، درم پشت سرت ببند. هر گوی میخوایم بخورین فقط این کسول اسپانیایی رو بر نگردونین. این همون پرسپولیسیه که دقیقه 75 تو بازی 3-0 عقب میبود و هواداراش امید به بازگشت داشتن و 4 گل میزد، یه گل میخورن دیگه از هم میپاشن. تاکتیک این تیم چیه؟ خلاصه که اینم از اتفاقات این مسابقه. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. حالا آنالیز خلاصه بازی استقلال و الهلال هم واسه تو میذارم. یه تیر زد رامین، همین دقایق ابتدایش مصدومم شد. حالا میرسیم به اون مسابقه. لایک و سابسکرایب یادتون نره، نظرتون هم شما بنویسید. آره بنویسید که فردا منتخباشو میخونم. دمتون گرم فعلا.